اینجا اتاق نشیمن منزل مهمان من در پاریس است. او برادرزاده احمدشاه و رئیس کنونی ایل قاجار است. در بیروت متولد شده، در پاریس بزرگ شده و میگوید عاشق ایران است. معتقد است که در زمان ناصرالدین شاه نوعی رنسانس در ایران به وجود آمد و اگر احمدشاه قاجار سقوط نمی کرد، نوعی دموکراسی رجالی در ایران حاکم می شد. سلطان علی میرزا قاجار به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم. آقای قاجار، شما در جایی گفتید که اگر که احمدشاه قاجار میماند و یا به قول شما به دست انگلیسی ها برکنار نمیشد، نوعی دموکراسی رجالی در ایران به وجود می اومد. منظورتون از دموکراسی رجالی چیه؟ یعنی که اون زمانی که خب ما احمدشاه در ایران سلطنت میکرد، هنوز کل ملت ایران شد آمادگی به اینکه بتونه رأی دموکراتیک در آزادی کامل و آگاهی کامل بده نداشت. اما این تربیت کم کم به مرور در ملت وارد میشه و فکر میکنم مثل اینکه جاهای دیگه شده، رجال اون زمان که رجال خیلی قوی بودن میتونستن یه دموکراسی رجالی یا آریستوکراتیک به قول فرانسوی ها در ایران بر درست بکنن، بر جا بذارن، که کم کم این سیستم رجالی تبدیل به یه سیستم دموکراتیک. حالا چرا فکر میکنین که احمدشاه مایل بود که همچنین اتفاق بیفته؟ احمدشاه 100% پادشاه مشروط طلب بود و دلش میخواست در ایران دموکراسی به فرم غربی برپا بشه و تو همه نطخاش و نظراتش این موضوع رو گفته و به خصوص تو نطخ معروفی که در کاخ بیکینگهام کرده، گفته آرزو من اینه که یه روز ایران مثل انگلستان یه سلطنت مشروطه دموکراتیک واقعی به وجود بیاد. خب حالا این به اصطلاح تغییر نظر در خانواده قاجار، وقتی آدم مقایسه میکنه با پدرش که اصلا طرفدار دموکراسی نبود، مجلس رو به توپ بست، در نتیجه این تغییر نظر چطوری حاصل شده بود به نظر شما؟ والا اولا خب میدونیم که مشروطه رو مظفرالدین شاه به ایران داد، پس خود خانواده قاجار قانون اساسی رو به ایران داد و خانواده بعد از یک انقلاب بزرگ. البته انقلاب بزرگی نشد، یک کمی شلوغ شد و فوریون قبول کرد. شلوغی زیاد مهمی هم نبود، مختصر بود و اون قبول کرد که در ایران قانون مشروطه برپا بشه. محمد علی شاه دربارش اینجا نمیخوام صحبت کنم، محلی صحبت کردنش نیست، اما محمد علی شاه اون چنان که میگنش با قانون اساسی ایران مخالف نبود و اصل قانون اساسی ایران زمان محمد علی شاه و به امضای محمد علی شاه داده شد. محمد علی شاه توی ناراحتی های سیاسی قرار گرفت که بعد از این و انشاءالله مورخین آینده روشن خواهند کرد و اونایی که محمد علی شاه رو میشناختن و بعضی از اونا رو من خودم از خدمتگزارانش شنیدم، هیچ وقت با دموکراسی و با مشروطه مخالفت اصلی نداشت و مجلس هم محمد علی شاه به توپ نکشید، لیاخوف رئیس فوج کوزاکا به توپ کشید. از سر خود که این کار نکرد؟ به نظر میاد که از سر خود کرد. اشتباه محمد علی شاه این بود که بعد از اون خلش نکرد. حالا آقای قاجار، وقتی صحبت از سلسله قاجاریه در ایران میشه، خیلی ها به نیکی یاد نمی کنن از قاجار. اصولا بلافاصله معاهده های گلستان و ترکمنچای و از اونجور چیزا به وسط میاد و صحبت از این میشه که اصولا این قاجار به سرزمین ایران خیانت کرد و کلی از سرزمین رو به هر حال به باد داد. اشتباه خیلی بزرگی است. ببین در قرن 18 وقتی افغان ها اومدن و صفوی رو از بین بردن، از ایران دیگه وجود نداشت، به کلی از بین رفته بود، ممالک مختلف شده بود، هر کس هر جا یه جا سلطنت میکرد و اگر اون داستان
ادامه پیدا می کرد اصلا امروز ایرانی به وجود نداشت. این آمامت خان بود که تیکه های پخش شده ایران جمع کرد با قدرتی که داشت، با زحمتی کشید و ایران امروزه رو درست کرد. به این قاجار چه ایراد به نظر من احمقانه ایست از قاجار میگیرن. همه مملکت اونا جمع کردن، واحد کردن و مرکزی کردن. حالا بعضی قسمت ها رو مجبور شدن بدن چون قشون ایران شکست خورد و زیادم شکست میخوره. خب طبیعیست که باید باهای شکست بده. و عباس میرزا همه گنج آذربایجان داد که گنجی که در اختیار داشت داد که آذربایجان نجات بده و آذربایجان که ایران واقعی بود بر ایران باقی موند. حالا تو قفقاز مقداری از خان نشینا از بین رفتن که همه ترک زبون بودن، هیچ وقت جزء واقعی فرهنگ ایران نبودن. تاریخ بر به تمدن ایران به فرهنگ ایران صدمه بزرگی نخورد. یعنی شما بعد در مجموع معتقدید که قاجار خدمت کردن به ایران؟ یعنی من مطمئنم که اگه ایران ایرانی هست و صحبت از ایران هست اون از امامت خان و از قاجاری داریم. نه فقط امامت خان ممالک پخش شده رو جمع کرد، ما بعد از این پایتختی انتخاب کرد مثل تهران که پایتخت دائمی بر ایران موند. نه فقط پایتخت قاجارا بود، پایتخت خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی هم شد. اونقدر انتقاد از آقا محمد خان نمیشه که بیشتر انتقادها متوجه پدر بزرگ شماست و به هر حال زمان دوران مشروطیت و قبل از مشروطیت، یعنی زمانی که منجر به مشروطیت اولین قشون مدرن ایران عباس میرزا درست کرد. و ما یه تعجب نیست که قشون که اسکندر اول امپراتور روسیه که اومد تو شانزلیزه اردوگاه درست کرد و ناپولیون شکست کرد قشون ایران بتونه شکست بده. عباس میرزا هرچی از در امکان ایران اون زمان بود کرد که بتونه حفظ بکنه. اما خب طبیعیست قدرتی دیگه جلوی روسیه اون زمان بیسته نداشت و وقتی هم شکست خورد ضرر حد اقل کرد. من اصل آذربایجان و تبریز بود که بر ایران حفظ کرد. شما وقتی که رضا خان در اون زمان کودتا کرد که بعد به هر حال رضا شاه شد و خودش شاه شد، شما فکر میکنین این اتفاق بسیار بدی بود که برای ایران افتاد؟ به نظر من نه اتفاق خوبی بود نه اتفاق بدی بود. رضا شاه ولی بالاخره منجر به انقراض سلسله قاجار شد. خب قاجاری تقریبا 140 سال سلطنت کرده بود. دلیل نیست که یه خانواده همیشه روی مملکت سلطنت بکنه. یه موقعی میاد یه موقعی هم میره. اما باید دید اگر انتخاب اون کسانی که جانشین میشن کار بهتر میکنن یا بدتر میکنن. من از کسانی هستم که فکر میکنم خاندان پهلوی خدمت بزرگ به ایران نکردن. اما در این باره صحبتی نمیخوام بکنم. چرا؟ چرا صحبت بکنین؟ چرا فکر میکنین که خدمت نگه؟ بلکه الان هم اونا منقرضه هم ما منقرضیم. وقتی هم اونا سر کار بودن و ما منقرض بودیم اینقدر به قاجاری بد گفتن که من از این نظر همیشه ناراحت بودم و خودم اشتباه اونا رو نمیخوام تکرار کنم. یعنی شما به اصطلاح ملاک قضاوتتون در مورد سلسله پهلوی بر اساس نوع رفتارشون به قاجارها بوده؟ نه، من تأسف من اینه که خاندان پهلوی کار احمدشاه رو ادامه ندادن و ایران آمادگی برای دموکراسی واقع نکردن و قانون مشروطه رو از اول قلابی اجرا کردن. حالا شما صحبت از این کردین که رفتار خوبی با اصطلاح قاجارها نداشتن سلسله پهلوی، چه کار میکردن؟ کجای رفتارشون بد بود نسبت به شماها؟ من نگفتم، یعنی همیشه توی رادیوهاشون توی نوشتههاشون از قاجاری بد میگفتن و یه در جریان که قاجارها امکان نداشتن جواب بدن و به نظر من کار صحیحی نبود. باید تاریخ گذشت به مورخین. مورخین از راه روش علمی میتونن تاریخ واقعا دربارش اطلاع بدن، مطالعه کنن و نظر بدن.
در این صورت اونا این سمت نداشتن و جنبه سیاسی به این کار میدادن. حالا به نظر من خب رفتار اشتباهی بود. این رفتار اشتباه به نظر شما در زمان رضا شاه بیشتر اشتباه بود؟ آیا تصحیح نشد در زمان محمد رضا شاه؟ والا اونقدر که من خودم دیدم در زمان محمد رضا شاه خب کمتر شد، اما باز ادامه داشت. بعد از سقوط پهلوی اصولا بر قاجارها بر چه گذشت؟ یعنی اوائلش بعد از سقوط قاجار و اومدن سلسله پهلوی منظورمه، یعنی بدترین وقتی در زمان بعد از انقراض قاجارها برای خانواده قاجارها کی بود؟ والا خب همچنان که میدونید مبارزه قاجارها در ایران باقی موندن و در جامعه ایران دوران پهلوی همیشه مقامات مهمی داشتن و همیشه خدمت به مملکتشون ادامه دادن. اما اونایی که در خارج بودن و در اطراف احمدشاه بودن از این موضوع خب صدمه زیادی دیدن و مادر بزرگ من ملکه جهان شبانه از سفارت از قنسولگری ایران در بغداد ساعت 4 صبح بیرونش کردن وقتی قاجاری منقرض شد و این موضوعی بود که شما یادش نرفته بود. همیشه میگفت ساعت 4 صبح منو بیدار کردن گفتم برو بیرون دیگه، شما کسی نیستی توی که بتونی تو قنسولگری ایران بمونی. و اون موقع مقامات عراقی به کمک ایشون رسیدن و بردن و جا دادن و این صدمات شخصی همیشه اثر میذاره رو خود شخص و رو اطرافیانش. آقای قاجار، شما در حال حاضر رئیس ایل قاجار هستید، درسته؟ از این میشه این موضوع سوال من اینه که آیا چیزی به نام ایل قاجار الان وجود داره که شما رئیس هستید؟ چیزی وجود داره، مقامیست که خب همیشه خب اون کسی که در خانواده سنش بیشتر بود داشته. خب الان چقدر از اون اشرافیت قاجار باقی موندن؟ ولی یه مقداری در خارج هستن، یه مقداری هنوز در ایران هستن، اما خب به مرور کم میشن برام. هنوز هستن از اشرافیت قاجار. ولی شما محسن‌ترینشون شما هستین در حال حاضر. توی شاخه اصلی قاجاریه که اولاد محمد علی شاه و ملکه جهان هستن. بله من هستم. شما بیشتره. بله شما از احمد شاه چقدر میدونید در خانواده صاحب؟ میدونم شما بعد از فوتش متولد شدید یا یکی قبل؟ سه ماه پیش از فوتش. سه ماه پیش از فوتش متولد شدید. چقدر در موردش میدونین یا صحبت میشه در خانواده؟ زندگیش در اون زمان در پاریس مثلا چطور بود؟ والا اونقدر که من شنیدم و من میگفتم احمد شاه همیشه خودش پادشاه ایران میشمرد، هیچوقت نخواست قبول بکنه که منقرضه و هم بر همین همیشه تو هتل موند، هیچوقت خونه یا آپارتمان یا باقی در پاریس نخرید و در هتل موند و از هتل رفت به بیمارستان و اونجا فوت شد. هیچوقت خودش به عنوانی که دائما در اروپا بمونه نمیدید. همیشه فکر میکرد که خواهد برگشت بگیرد. این حس این که به هر حال یه روزی، حالا در احمدشاه خب خودش شاه بود ولی در بقیه خانواده قاجار این حس هنوز وجود داره که ممکنه یه وقت برگردن به ایران و شاهی بکنن؟ والا امروزی فکر نمی کنم. ولی تا مثلا چندین سال پیش تا ایران خب سلطنت بود امکانش بود، اما این فکر وجود داشت کماکان؟ وجود داشت. و چه کسانی فکر میکردن ممکنن در ایران شاه بشن؟ مثلا بعد از احمدشاه برادرش محمد حسن میرزا خودش اعلان کرد پادشاه ایران دیگه، اونم اعلامیه داد و در خانواده بهش اعلیحضرت میگفتن. یک زمانی صحبت از اینه که بعد از جنگ، بعد از شهریور 20 که خلأ قدرتی به وجود اومده بود، صحبت از این شده بود که گویا مثلا سلطان حمید میرزا پسر محمد حسن میرزا ممکنه بشه دوباره به سلطنت رسوند. تا چند اندازه این درسته این صحبت ها؟ والا همه این موضوع رو میگم و باید صحیح باشه، اما بدبختانه سلطان حمید میرزا در اون زمان فارسی صحبت نمیکرد و این اشکال خیلی بزرگی بود. با اینکه سن 11 سالگی 12 سالگی فرستاده بودنش انگلیس توی مدرسه شب
شبانه و اونجا مونده بود و ترکی و فارسی که تو بچگی خوب صحبت میکرد از یاد رفته بود و فقط در اون زمان انگلیسی و فرانسه صحبت میکرد. شما خودتون آقای قاجار، شما در بیروت متولد شدی؟ بیروت متولد. 18 ماهتون بود اومدین پاریس. بله. و با این حال خیلی فارسی خیلی سلیس و خوب صحبت میکنید. این یک. دو، میگین همه جا که خیلی عشق ورزین به ایران. این علاقه به ایران از کجا وجود اومده؟ یعنی با علم به این که شما اصلا در ایران نبودید. والا با توی خانواده به دنیا آمدم و زندگی کردم که همیشه خیلی به ایران علاقه داشتم و همیشه خودشون ایرانی میشمردن. و من چون فارسی رو نسبتا خوب صحبت میکنم، اون به قدرت و فهم و پیشبینی مادر بزرگم مرحومه ملکه جهان بود که با اینکه من در فرانسه بودم تا 7 ساله نذاشت من فرانسه حرف بزنم و فقط با من فارسی صحبت میکردن. با حب زندگی میکردین قاعدتا دیگه؟ بله، همین باغ بزرگی در سنکرو داشت و خدمتگزاران ایرانی داشت و تو محیط همه فارسی صحبت میکردن. تو محیط نسبتا بسته هیچ کس فرانسوی صحبت نمیکرد. برای این وقتی من وارد مدرسه شدم اصلا یه لغت فرانسوی بلد نبودم، تو مدرسه یاد گرفتم. وقت علاقتون به ایران هم از همونجا نشد بگیره؟ سرچشمش از اونجا بود و بعد از مادر بزرگم، پدرم خیلی به ایران علاقه من بود، همیشه از ایران صحبت میکرد و همیشه خودش ایرانی میشمردش و ما خودمون فرنگی نشمردیم. شما به ایران مسافرت میکنید دیگه؟ میکنم من. مرتب. شما گذرنامه ایرانی دارید؟ گذرنامه ایرانی. یعنی گذرنامه کشور دیگه ای ندارید؟ گذرنامه کشور ایران نخواستید؟ یعنی والا وقتی من 18 سالم بود و تو فرانسه درس میخوندم و تو کلاس آخر دوره متوسط بودم، یه استاد خیلی خوبی داشتم که استاد فلسفه بود. یه روز اومد من دید، گفت تو بکلی فرانسوی هستی، فرهنگ فرانسوی داری، بیا که حالا که 18 سالته، اون موقع ما 18 ساله میدونستیم انتخاب بکنیم، بیا ملیت فرانسوی بگیر، اصلا ایران بر تو معنی نداره. این موضوع که من رفتم به پدرم گفتم، گفت این استاد بی خود این حرف زده، حق نداره این حرف بزنه و من میام اونجا معترض میشم و اگه بخواد ادامه بده حتی حاضرم که بهش توهین بکنم، شما ایرونی هستین و باید همیشه ایرونی بمونید. و اون موقع، از اون موقع دیگه من این حرف پدرم تو ذهنم مون و همیشه خب ایرانی موندم. شما خب به هر حال قاجارها اصلشون ترکن. ترکن. ترکی هم صحبت میکنین؟ بدبختانه نه. ولی در خانواده صحبت میشد اون زمان؟ در زمانی که من بودم مادر بزرگم ترکی صحبت نمیکرد و هم فقط فارسی ما صحبت میکردیم. ترکی تو بچگی کمتر مشنیدم. بعضی از خدمتگزارا خب ترک بودن، یعنی از ترک از آذربایجان بودن، با هم ترکی صحبت میکردن، هم خب یه اقلیت کوچیک کمتر بودن. شما در جایی گفتید که در زمان ناصرالدین شاه ایران رنسانس در ایران به وجود اومده بود. منظورتون چیه؟ میتونید توضیح بدید؟ رنسانس ادبی و هنری دید. در دوران قاجاریه آزادی قلم و آزادی فکر بود و یه دفعه زمان صفویه خب نسبتاً سخت‌تر بود موضوع، اما در زمان قاجاریه شعرهای خیلی مهمی به وجود آمدن، نویسنده های مهمی به وجود آمدن، نقاشی، همه هنرها ترقی فوق‌العاده کرد و میشه گفت که آخرین فرم فرهنگ و که واقعا ایرانی باشه ما فرهنگ دوره قاجاری است. برای همین رنسانس دیگه. تو قرن 18 هم بکلی ایران انقدر بلبشو شده بود که بکلی این موضوع از بین رفته بود. یعنی چرا فکر میکنین این تحول در ایران در اون زمان به وجود اومد؟ به دلیل اینکه ناصرالدین شاه میخواست یا اینکه جامعه به هر حال میخواست؟ من فکر میکنم که چون وقتی اومدن و یه مقداری آرامش به ایران برگشت، هنری که در ایران بود و در ایرانیا بود تونست نمایان بشه و خود شاهان قاجار به هنر و به ادب خیلی علاقه داشتن. خب فتحعلی‌شاه شاعر بود، ناصرالدین‌شاه شعر گفته بود،
طراحی میکرد. خودشون خیلی علاقه من بودند و به قول اروپایی هم مسنای خوبی داشتند، پول خرج میکردند برای هنر و این امکاناتی که در ایران بود و کمکی که خب دستگاه حکومت میکرد دلیل شد که یک دفعه تو این محیط از نو زنده بشه هنر ایران. نقش آدم هایی مثل امیر کبیر چی بود به نظر شما؟ امیر کبیر که من جد منم هستی، امیر کبیر آدم خیلی فهمیده بود، آدم خیلی با قدرتی بود، آدمی بود که خیلی کار کرد و میخواست بکنه، اما شاید کمی تند بود، کمی تند رو بود. تو مملکت ایران هیچ وقت نباید زیادی سریع رفت جلو، بلکه سریع که آدم بره جلو به اشکالات برمیخوره. در مورد مرگ امیر کبیر در خانواده شما چی میگفتن؟ دقیقا روایت قاجارها از مرگ امیر کبیر چیه؟ میگفتن که خب ناصرالدین شاه رو گول زده بودن و ناصرالدین شاه وقتی حکم مرگش صادر کرده بود بعد این پشمان میشه و بعد این یه پیغام دیگه تهیه میکنه و میفرسته، اما درباریان نداشتن اون پیغام و اون پیغام دوم برسه به موقع و همیشه خب از این موضوع متاسف بودن. از روزهای آخر زندگی احمد شاه چی میدونی، چی شنیدید؟ یعنی چرا اصولا یعنی مریضی احمد شاه چی بود؟ به چه دلیل در سن جوانی فوت کرد؟ احمد شاه که میدونید و یه موقعی خیلی چاق شده بود و همون موقع بود که در 1919 آمد اروپا و مسافرت انگلستان کرد و خودش متوجه شد این چاقی در سنی که داره جنبه خوبی نداره و فوری خودش لاغر کرد و خیلی شدید خودش لاغر کرد و خیلی با فشار خودش لاغر کرد، وجودش ضعیف شد. بعد دیدم که خب قاجره منقرض شده بود چون صدمه زیادی کشید و استرس زیادی احساس کرد، فکر میکنم این دلیل شد که ناخوش شد. اما زندگی اموراتش چطور میگذشت؟ یعنی شما گفتین که در هتل مونده بود و در هتل مونده بود، هیچ وقت خونه نگرفت. وقت امکانات مالی احمد شاه از کجا تامین میشد اون موقع؟ احمد شاه مردی بود خیلی فهمیده و خیلی دوربین. در زمانی که سلطنت میگه یه مقداری از درآمدی که بهش داده میشد از اون زمان فرستاده بود اروپا و در بانکای اروپا سرمایه گذاری کرده بود و وقتی هم که منقرض شد یه مقداری خب ثروت تو بانکای اروپا داشت که کمک میکرد به زندگیش. حالا احمد شاه در پاریس بود، محمد علی شاه به روسیه اون زمان رفت که البته در واقع به اوکراین رفت که اون زمان بخشی از روسیه بود. این رابطه محمد علی شاه و روس‌ها چطور بود؟ ولی در این باره خیلی حرف گفته شده. محمد علی شاه چون مدت زیادی در تبریز زندگی کرده بود با نماینده های روسی ظاهراً ارتباط خوبی داشت و میشستن حرف میزدن، با نماینده های انگلیس اونقدر میونه نداشتن انگلیس ها، یعنی احساس خودی مثل که روسا با ایرانی ها میکردن انگلیس ها اون زمان در تبریز با محمد علی شاه نمیکردن. محمد علی شاه فکر میکرد که مثلا ارتباط خوب با روسیه برایش یک کمکی است در حکومتش، اما بعد این خب زود متوجه شد که روسا خیانت بهش کردن و روسا اصلا یکی از سبب انقراضش روسا بودن و با روسا آخر عمریش خوب نبود و نامه های ازش هست که نشون میده چقدر از روسیه بد فکر میکرد. یعنی رو چه در چه زمینه فکر میکرد؟ یعنی در افتاده بود با روسا، نظرش عوض شده بود در مورد روسا؟ متوجه شد که اون زمان که مثلا روسا میگفتن کمکش میکنن در واقع با انگلیس ها ساخته بودن و از زیر پایه سلطنتش زدن. وقت در اوکراین که بود یا روسیه اون زمان در کجا بود؟ یعنی کدام قسمت بود؟ یعنی اول که رفتن در شهر اودسا یک کاخ بود که امپراتور روسیه در اختیارشون گذاشتن،
یه سال دو سال اونجا زندگی کردم. بعد این ملکه جان خانومش که خانوم متولی بود یه باغ بزرگی در اودسا خرید و اون باغ درست کردم به فرم ایرونی، یعنی با کاخهای کوچیک تو اون باغ که اون باغ هنوز هم الان هست و اون موقع از 1912 تا 1919 که خب انقلاب به اودسا رسید و تو اون باغ زندگی که این خونه شخصی ملک جهان بود. بله، شما صحبت از این کردین که در دوران پهلوی رفتار خانواده پهلوی یا برحال حکومت پهلوی ها نسبت به قاجارها خیلی خوب نبود. در جمهوری اسلامی ایران چطور؟ اون باقی مانده های قاجار خودتون که مسافرت میکنین رفتارشون چطوره با شما؟ شخصا رفتارشون خوبه، اما خب کمکی که باید از این که از نظر تاریخ روشن بشه موضوع نکردن، اما خب شخصا رفتارشون خوبه. سلطان علی میرزا قاجار، خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. خیلی خوشبختم از دیدارتون.